سلام سلام، گلاره هستم با برنامه انار سبز. کسایی که از روزی که ما شروع کردیم تا امروز همراه ما شدن میدونن که ما گروه مستقلی هستیم که با عشق و علاقه به سلامتی، احترام به حقوق حیوانات و محیط زیست، سبک زندگی وگان رو ترویج میکنیم و با ویدیوهای مختلف توی دو زمینه آشپزی و اطلاع رسانی در مورد وگانیسم به شما عزیزان با سند و مدرک معتبر و غیر واسطه به صنعت راه حل ارائه میدیم، چیزایی که شاید جای دیگه نتونیم پیدا کنید. یه همچین آدمی هستیم ما. برای اون دسته از دوستانی هم که جدید به جمع ما اضافه میشن میتونم این توضیح کوچولو رو اضافه بکنم که توی سبک زندگی وگان از هیچ جور محصول حیوانی، نه توی خوراک، پوشاک، لوازم آرایشی، زینتی، بهداشتی و چیزهای مختلف استفاده نمیشه و به حیوانات هم در حد انسان حق شادی بودن و زندگی میدیم. توی برنامه های آشپزی انار سبز با انواع اقسام غذاهای هیجان انگیز و خوشمزه و سالم 100% گیاهی آشنا میشید و میبینید که مشابه خیلی از محصولاتی که بهشون عادت کردین رو هم به سبک سالمتر و وگان میتونید درست بکنید. خوشگل و گوگلی و گیاهخواری هم علفخواری نیست. توی قسمت گفتجو که برای اطلاع رسانی هر بار با من و دوستای پژوهشگر و فعالم در زمینه وگانیسم و در آینده دکترا و هنرمندا و حتی ورزشکارهای وگان همراه خواهید بود و هر بار راجع به یه موضوعی براتون صحبت میکنیم که در مورد پاکی‌خواری براتون سواله و یا اصلا دلایل استفاده نکردن از محصولات حیوانی و کلی هم بهتون منابع علمی و اخلاقی معرفی میکنیم تا بدون ترس و با اطلاعات کامل بتونید این مسیر رو انتخاب بکنید و هم قدم ما بشید و خیلی راحت‌تر هم بتونید افراد مختلف رو تحت تاثیر تصمیم درستتون قرار بدید. انار سبز تا حالا مجموعه موفقی بوده که تونسته سبک زندگی خیلی ها رو تغییر بده و کمک بکنه که سالمتر و مهربونتر زندگی بکنن و از این جهت ما همگی به خودمون میبالیم و هر بارم که پیاماتون رو میگیریم خستگیمون در میره. توی این مدت کلی پیام پرمحبت و پر عشق هر روز ازتون دریافت کردیم، از تغییراتتون بعد از دیدن این برنامه ها بهمون گفتید و خوشحالیتون رو با ما شریک شدید که سلامتتون رو دوباره به دست آوردین و یا این که شبها با وجدان آسوده تری سر رو روی بالش میذارید. البته بالش پرنه ها، وگان نیست. خیلیاتون هم برامون نوشتید که چطوری به تولید این مجموعه میتونید کمک بکنید که خب باعث شد امروز این ویدیو رو براتون درست بکنیم. داستان اینه که تولید این مجموعه با این کیفیت واقعا کار طاقت فرسا و سختیه، هم از لحاظ هزینه هایی که تا الان کردیم و میکنیم و هم از لحاظ وقت و انرژی که باید سر هر اپیزود ساده انار سبز گذاشته بشه و درست کردن هر برنامه ساده نتیجه تلاش جمعی گروهیه که ساعت ها، هفته ها و بدون اغراقگاهی ماها روی ایده، تحقیقات، ضبط، اجرا، زیرنویس، ترجمه و پخش اون اپیزود ساده کار میکنن و حتی بعد از اینکه پستام گذاشته میشه اگر دقت کرده باشید تا اون جایی که شده همه جا ما به تمامی سوالات سعی کردیم که جواب بدیم که خب خیلی کار طاقت فرسا و وقتگیریه. در واقع یه موقعی توی اینستاگرام دوستان توی قسمت استوری نقنقای منو میشنون، بهم کلی انرژی میدن، ولی خب شاید واقعا تولید این مجموعه ساده به نظر برسه ولی اینطوری نیست و در کل دم تمام بچه های انار و سبز، کسایی که اومدن عضو ما شدن و همراهیمون میکنن گرم. من که به شخصه از همشون سپاسگزارم. بیام اگه پایه این بریم یه جای دیگه تا بقیهش رو بگم. خب بریم سر اصل مطلب. آقا داماد کارشون چیه؟ خب جایی که من زندگی میکنم خیلی مسئله جا افتاده که مردم به رسانه هایی که دوستشون دارن و بودنشون رو مفید میدونن کمک مالی میکنن، از پول یه قهوه یا چای ساده گرفته تا مبلغ زیاد و مستمری که افراد فعال از طریق طرفدارشون جمع میکنن و به این شکل زیبا طرفدارها هم میتونن قسمتی از اون مسیر و یا اون فرهنگ سازی باشن و فقط مصرف کننده نیستن. سایت هایی مثل کیک استارتر، پاتریون و قسمت دونیشن پیپل این امکان رو فراهم میکنن تا ما هم قسمتی از اون رسانه‌ای که دوست داریم بشیم و اینطوری قوی تر عمل بکنیم.
شاید متاسفانه توی فرهنگ ما ایرانی ها به این حرکت انکاری زده بشه و یا واژه هایی نسبت داده بشه که خب حقیقی نیستن، ولی از اونجایی که ما با انوار سبز توی خیلی از این زمین ها تا این لحظه سنت شکنی کردیم، شاید بد نباشه که این بار هم این کار رو بکنیم و شما هم بتونید ما رو در حد خودتون حمایت مالی بکنید و قسمتی از این فرهنگ سازی بشید. یعنی در واقع من خودم راستش رو بخواین از ترس اشتباه فهمیده شدم، با اینکه لینک کمک‌های مالی رو خیلی وقته که داریم ولی هیچ وقت عنوان نکرده بودم، ولی فکر کردم وقتی که خود شما میگید که چقدر این ویدیوها رو دوست دارین، چقدر بهتون کمک میکنه و شما هم به نوعی دوست دارید، بارها به ما گفتید که میخواییم به این پروژه کمک بکنید، خب چرا این امکان وجود نداشته باشه؟ از طرف دیگه ما خیلی وقتا در مقابل معضل یا مشکل یا بیماری که شخص داره خیلی دلسوزانه با کمک همدیگه همیاری میکنیم و مبلغ رو برای کمک به اون شخص یا اون نهاد یا سازمان جمع میکنیم که خیلی کار قشنگی هم هست، ولی شاید کمتر این اونجا افتاده باشه که به حرکتهایی که به پیشگیری قبل از درمان هم اعتقاد دارن رو کمک بکنیم. دقیقاً مثل سیستم پزشکی که توی کل دنیا حاکمه و فوکوسش روی درمان، اونم به خاطر سود اقتصادی، و به پیشگیری معمولاً به عنوان یه حرکت فانتزی نگاه میشه که حالا شاید ظاهر انار و سبز اینطوری به نظر برسه، ولی هدفش اینه که با ترویج این سبک همونطور که آمار و ارقام نشون میدن، با مصرف درست خوراکی‌های گیاهی به بدن این فرصت رو بدیم که خود درمانگر باشه و از بروز بیماری‌های جدی و حتی غیر جدی جلوگیری بکنه. از اونجایی که فن‌های ما از همه جای دنیا هستن، ما به پیشنهاد شما عزیزان برای دوستانی که تو ایران هستن یه شماره حساب که یه جای این ویدیو می‌بینید رو بالاخره درست کردیم که خیلی راحت میتونید هر چند بار که دوست داشتید با هر مبلغی که در توانتون هست برای هر ویدیو و هر پروژه جدید انار و سبز در واقع ما رو حمایت بکنید. کمبود هم واقعا مسئله نیست، چون همین مبالغ کم در تعداد زیاد میتونه نتایج فوق‌العاده‌ای داشته باشه. مهم اینه که انرژیتون به ما برسه. و به محض درست شدن سایت انار و سبز حتما امکان واریز آنلاین رو هم بهش اضافه میکنیم که دیگه خیلی راحت تر بتونید این کار رو انجام بدید. شماره کارت هم مال مامان گلمه که همینجا جا داره، از اولین اسپانسرهای انار و سبز، پدر و مادر و مام بزرگ عزیزم که خیلی وقت تا این لحظه این پروژه رو حمایت مالی کردن تشکر بکنم. مرسی خانواده. واقعا نهودان باید میرفتیم تو جوب میخوابیدیم با این خرجایی که را انداختیم. برای دوستان خارج از ایران هم ما حساب پیپل رو داریم که خیلی راحت میتونید مبلغتون رو کارت به کارت بکنید و هر چند باری که دوست داشتین ما رو حمایت بکنید. غیر از این هم اگر خودتون یا توی آشناهاتون کسایی هستن که دوست دارن اسپانسر قسمت آشپزی انار سبز بشن و محصول یا سازمان یا شرکتی دارن که کانسپتش به ما بخوره، حتما باهامون تماس بگیرید. اینی که میگم کانسپت به خاطر اینه که متاسفانه توی این مدت ما به دلیل همین نخوردن کانسپت‌ها به هم با چند تا در واقع اسپانسر احتمالی نتونستیم کار بکنیم، ولی به هر حال هر چی که بود با ما تماس بگیرید تا شاید بتونیم توی قالب یه مجموعه جدید آشپزی براتون باز دوباره ویدیوهای گوگلی خوشگل خوش رنگ خوشمزه درست بکنیم و با کمک‌های شما هر وقت به اندازه درست کردن یه اپیزود در واقع پول جمع بشه برای درست کردن قسمت آشپزی حتما این کارو خواهیم کرد و با عشق تقدیمتون میکنیم. اینجوری دلمونم برای همدیگه کمتر تنگ میشه، چون واقعا منم دلم لک زده غذاهای خوشمزهی که بلدم رو براتون درست بکنم، اصلا رو دستم باد کردن. این هم عکسایی که میذارم و دوست دارین بدونین که چطور درست میشن، دوباره با کیفیت خوب ویدیو آشپزی براتون درست کنم، ولی خب تا حالا شرایطی که گفتم بهمون اجازه نداده و من هم فوکوس رو گذاشتم روی قسمت گفتجو. در آخر هم چون خیلی مهربونید با هم دیگه به آشپزخونه انار سبز میریم و بقیه برنامه رو اونجا ادامه میدیم. براتون یه جایزه در نظر گرفتم که میتونید به دوستاتون هم نشون بدیم و تشویقشون بکنید که ما رو توی این مسیر همراهی بکنن تا از اینجور ویدیوها تون 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 براتون درست بکنیم. و اونم چیزی نیست جز اینکه چطوری فقط با سه تا ماده و در سه سود یه برانی وگان شکلاتی خوشمزه فوق العاده سالم درست بکنیم که همه فکشون بیفته. توش نه آرد داره، نه شکر داره، نه گلوتن داره، نه شیر داره، نه تخم مرغ داره، نه کره داره. اصلا ول کن الان میبینین چیه. مواد لازم برای کیک شکلاتی وگان یا کرم شکلاتی خامگیاهی: موز رسیده 5 تا، بادوم خام 200 گرم، پودر کاکائوی تلخ 70 گرم. این قشنگ از این مدل شیرینی تنبلی هست. اول بادوم ها رو توی میکسر میریزیم و 2 تا 3 دقیقه میزنیم.
بادام کلا خیلی چیز خفنیه. سرشار از املاح معدنی مثل مگنزیوم و کلسیوم و رویه و همینطور ویتامین B و E. اسیدهای چرب اشباع نشده داره که برای سلامت مفیده. کلا از ابتلا به دیابت جلوگیری میکنه، کلسترول خون رو پایین میاره، استخون ها رو محکم میکنه و حتی برای لاغری هم مفیده. محیط بدن رو قلیایی میکنه که خود این از بروز خیلی از مریضی ها میتونه جلوگیری بکنه. باکتری های خوب روده رو هم تقویت میکنه و به همین دلیل سیستم ایمنی تقویت میشه و کلا خوبه که توی تغذیه روزانه‌تون مصرف کنین. خب وقتی بادوم ها به این مرحله رسیدن که همونطور که میبینید هنوز آرد نشده ولی دونه هاش هم قشنگ ریزه، وقتشه که موزه رو اضافه کنیم و پودر کاکائوی تلخ. ببینید تا اینجا رسما شما تمام مواد لازم رو دارین، از اینجا به بعدش دیگه دل بخواهی که خودتون به سلیقتون میتونین یه چیزایی رو اضافه بکنین یا نکنین. مثلا من کمی پودر گل سرخ میریزم و کمی وانیل. بسته به اینکه موزاتون چقدر رسیده است، شیرینی این برانی متفاوت میتونه باشه و حتی مزه قالبش، این که مثلا مزه موز بده یا نده. اگه چشیدین کم شیرینی بود میتونین کمی شهد گیاهی اضافه بکنید، ولی من همونجوری دوست دارم کافی شیرینیش. قالب کمربندی قالب برانیتون رو کمی با روغن و نارگیل میتونین چرب کنید. بهتر که از کاغذ فر استفاده کنین اگه مثل من توی ظرف شستن تنبلین. بعد مواد رو توش میریزیم. اگه خامگیاهخوار هستین یا دنبال یه کرم شکلاتی خامگیاهی و سالم و بدون شکرید، اصلا لازم هم نیست که بپزینش و میتونین همینجوری برای دیپ کردن میوه ها توش و یا مالیدن روی نون استفاده بکنین. به هر حال من توی مرحله یه مقدار ازش بر میدارم که به عنوان روکش کیک ازش استفاده کنم. بعد توی فری که روی 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم برای 15-20 دقیقه میذاریم. به 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 وقتی خرو بردیم صبر میکنیم که یکم خنک بشه و بعد با احتیاط از قالب در میاریمش. و بعد روکش شکلاتی و اگرم خواستیم کمی شیطونی کنیم، کمی پودر پسته و گل سرخ و میوه یه چیزی میریزیم. به همین صورت سادگی یه میون وعده و یا حتی سمونه خوشمزه داریم. اگه به جای دسر خواستیم نوششون بکنید که خب پیشنهاد میکنم حتما حتما غذاتون رو نصف همیشه بخورید، چون خودش برای خودش کلن چیزیه. به دلبندهای کوچولوتون که خیلی وقت از من میپرسید که چی بهشون بدید، میتونید به جای اسنک بدید و یا اینی که برای قبل ورزش بعد ورزش، کلن عالیه. اگه توی قالب برانی درستش بکنید و به 12 قسمت مساوی تقسیم بکنید و فقط همون 3 تا ماده اولیه رو داشته باشه، هر قسمت کمتر از 100 کیلوکالری فقط انرژی داره که واقعا به نظر من گزینه خیلی خوبیه. یه تیکه میزنین کلا روشن میشین. خب طبق معمول شبکه‌های اجتماعی انارو سبز رو توی فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام مثل همیشه دنبال بکنید. ترجیحاً همه‌شون رو، چون بعضی وقتا مطالبی که میذاریم متفاوته تو هر کدومشون. امیدوارم این ویدیو رو هم برای همه اونایی که دوست دارن با سلامت و عشق به تمامی گونه ها و از همه مهمتر زمین عزیزمون زندگی بکنن بفرستید و خودتون هم قسمتی از این تغییر بشید. از طرف همه بچه های انار و سبز میگم که دوستتون داریم و دنیای قشنگتر و سالمتر آرزومونه. تا یه برنامه دیگه از انار و سبز، مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خدافظ. امروز از اون تیم همیشگیم هیچ خبری نیست و من تنها در این جنگل هستم و اینی که کل تجهیزاتم هم همینقدر با یه دونه فلاسک چای که از تشنگی نمیرم، یه دونه موزم دارم. ها
Hallo, hallo. Vorsicht, Kamera. Ach, hey, hallo. سگ اومد دیگه. براتون رقص هم اجرا میکنم اگه دوست داشتید. تک و تنها اینجا من اومدم برای خودم دارم ضعف میکنم، اما شما چرا نمیدونید که من چقدر زحمت میکشم. منم بلدم رپ بکنم.